برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. عبدالرحمن نصیری از مداحان مطرح کشور عراق طی حضور در بیت مرجعیه در شهر مقدس قم با آیت الله سید حسین شیرازی فرزند آیت الله العظما سید صادق شیرازی دیدار کرد. وی طی این دیدار گزارش از فعالیت‌های دینی و مذهبی خود به ایشان ارائه کرد و از توصیه‌های ایشان در رابطه با اهمیت خدمت به اهل بیت علیهم السلام مخصوصاً حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بهره‌مند شد. عبدالرحمن نصیری تاکنون در برنامه‌های مختلفی در شبکه‌های ماهواره‌ای مرجعیت و امام حسین علیه السلام به اجرای برنامه پرداخت است. کتاب نهجت الحیات فرهنگ سخنان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد. اثر مذکور که توسط محمد دشتی نوشته شده، مشتمل بر پاره از سخنان ارزشمند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. مؤلف پس از فحص و بررسی در منابع مختلف شیعه و اهل تسنن، روایاتی که از دختر گرانقدر رسول خدا به دست ما رسیده را در این مجموعه گردآوری نموده است. او با تهیه و تدوین عناوین و موضوعات گوناگون برای سخنان نورانی آن بانوی بزرگوار و دستبندی آنها بر اساس حروف الف با کوشیده تا دسترسی خوانندگان به روایات مورد نظر را نیز تسهیل نماید. رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید این نهاد با یکی از سخت‌ترین لحظات در تاریخ بیش از 70 سالگی خود مواجه است. او گفته درگیری‌ها از اوکراین گرفته تا سودان به آواره شدن میلیون‌ها نفر در سراسر جهان منجر شده، در حالی که بسیاری از دولت‌ها از جمله دولت‌های مانند آلمان که زمانی از آنها استقبال می‌کردند اکنون تحت فشار قرار دارند. وی از کشورها خواست به حقوق کسانی که از درگیری‌ها یا آزار و اذیت فرار می‌کنند احترام بگذارند.